امروز میخوام همه چی درباره آندیوم بهتون میگم. پس آخر ویدیو با من باشید. گلدوسی سلام، به ویدیو خیلی خوش اومدید. اینجا گلدوسی و منم آرشم. امروز میخوام درباره آندیوم با هم کمی صحبت کنیم. آندیوم بومی آفریقاست و جزء دسته ساکولنتا به حساب میاد. اگه از این گیاه به خوبی مراقبت کنین، گلهای خیلی خوشگل بهتون نمایان میکنه که این گلها میتونه تا 5 سانتی متر رشد کنه و بزرگ بشه. این گیاه گیاهی که اگه نور و دماشو کنترل کنید، براش فرقی نمیکنه تو چه منطقه‌ای زندگی میکنه و راحت رشد میکنه و بزرگ میشه. مراقب باشین که این گیاه سمیه و حتی دست زدن به اونم باعث سوزش و خارش شدید میشه. پس هر وقت به این گیاه دست میزنید، دستان خودتون رو بعدش با آب صابون بشورید یا مراقب کودکان کوچولو و حیوان خونگیاتون خیلی باشید. حالا بزنیم بریم درباره شرایط نگهداری این گیاه یکم بیشتر با هم دیگه صحبت کنیم. آبیاری. آندیوم در فصول رشد مثل بهار و تابستون عاشق آبه و بهتره که خاکش رو مرطوب نگه دارین، خشک نه، مرطوب. ولی توی فصلی مثل پاییز و زمستون از آب زیاد خوشش نمیاد و اگه آب زیاد بهش برسه باعث خرابی گیاهتون میشه. پس آبیاری رو توی فصلای رشد و دو فصل پاییز و زمستون حتما کنترل کنید. دقت کنید موقعی که میخواید به این گیاه آب بدید، خیلی کم به گیاه آب بدید، چون که ریشه های این گیاه نباید در آب قوطه‌ور بشن و غرقاب بشن. اینطوری باعث خفگی ریشه گیاه میشه و گیاهتون میمیره و از بین میره. این نکته رو حتما توجه کنید. دقت کنید که این گیاه رطوبت دوسته و رطوبت هم میپسنده. پس هر دو روز، سه روز بهش اسپری آبیاتون نرو بکنید و یا میتونید یه دستگاه بخور سرد نزدیکای گیاهتون قرار بدید که رطوبت گیاهتون تعمیم بشه. نور. این گیاه گیاهی که برای سالم موندن به نور نیاز داره و فقط براش نور صبحگاهی یا نور بعد از ظهر یا کمروش بتابه کافی نیست و در روز 8 ساعت تا 10 ساعت نیاز به نور داره. پس توی انتخاب مکان گیاه خیلی 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 دقت کنید که نور کامل به گیاه برسه. در ضمن نور مستقیم به هیچ عنوان نباید به گیاه برسه و نور فیلتر شده یا غیر مستقیم باید به گیاه تابیده بشه. دما. این گیاه بازه دمایی زیادی رو تحمل میکنه و از 10 درجه تا 30 درجه دمای ایدئال این گیاه هست، ولی سعی کنید دمای گیاه رو توی بازه کوتاهی کوچیکی قرار بدید و زیاد دمای گیاهتون نوسان نداشته باشه. دمای نوساندار باعث ریزش برگ های گیاهتون میشه. خاک. این گیاه خاک با زهکشی خیلی خوب نیاز داره، به دلیل اینکه اگه یک کوچولو تو بافتای خاک آب اسیر بشه، ریشه گیاه خراب میشن و میگندن. پس از هر خاکی استفاده میکنید مطمئن بشین که پلیت خاکتون خیلی خیلی زیاد هست و حتما خاکتون ماسه داشته باشه، یا بهتر بگم ترکیبی از خاک برگ، ماسه و مقدار خیلی زیادی پلیت ترکیب مناسبی برای این گیاه میتونه باشه. بیماری ها. علت سیاه شدن برگ ها، آبکی شدن برگ ها و نرم شدن ساقه گیاه. علت این مشکل به دلیل آبیاری نامناسب گیاه هست و خاک خیلی مرطوب مونده. آبیاری رو به کل و کامل قطع کنید و بذارید خاک کامل خشک بشه و مقدار کمی تری از این به بعد به گیاهتون آب بدید. رطوبت گیاه هم کنترل کنید، رطوبت گیاه ببرید بالا تا حال گیاه بهتر بشه. اگه میبینید که ساقه گیاه خیلی نرم شده و خیلی لزج شده، حتما با چاقوی تمیز استریل شده اون تیکه از گیاهتون رو ببرید و اون ساقه گیاه رو موقع بریدید حتما با مخلوط گوگرد و وازلین بپوشونید تا میکروب و باکتری وارد گیاه نشه و گیاهتون از بین نبره. لکه های قهوه‌ای روی ساقه و برگ گیاه. این مشکل به دو دلیل امکان داره که به وجود بیاد.
یکی گیاهتون آفتاب سوخته شده که بعد مکان گیاهتون رو عوض کنید، یا گیاهتون بیماری قارچی زده. اول مورد اول رو بررسی کنید، اگه از مورد اول نبود به سراغ مورد دوم بیایید و با قارچکش هایی که توی بازار هست، قارچکش های نفوذی، گیاهتون رو اسپری کنید و تا مشکل گیاهتون حل بشه. ریزش برگ های سبز. این مشکل به دلیل قرار گرفتن گیاهتون در معرض هوای سرده. جای گیاهتون رو عوض کنید، حال گیاهتون بهتر میشه. همچنین یه دلیل دیگه این مشکل داره که پتاس خاکتون پایینه. سعی کنید از کودهای تقویتی استفاده کنید که پتاسیم و خاک رو ببرید بالا که حال گیاهتون بهتر بشه. ممنون که تجربه بودیم ویدیو رو تماشا کرد. حتما لایک کامنت یادتون نره. نظر انتقاد پیشنهادی حرفی حدیثی هر چی دارین توی کامنت برای من بنویسید. سیو این ویدیو حتما بزنید و دایرکتم در خدمتتون هستم. تا ویدیو دیگه هم شاداب باشید.